علی حیدری فعال سیاسی از لاه ما رو همراهی میکنند. آقای حیدری، ما گزارش رو دیدیم، روایتی بود از خانواده کیان پیرفلک. گزارش‌های مردمی زیادی از ایزه داریم، از کشتار مردم به دست نیروهای امنیتی، اما همچنان روایتی که از جمهوری اسلامی میشنویم چیز دیگری است، اینکه به دست نیروهای دیگری این مردم کشته میشن. چطور ارزیابی میکنید شما این شرایط رو؟ سلام دارم خدمت شما و بینندگانتون. بله، ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای اعتراضات بر اساس دو روی کرد با اعتراضات رو در واقع برخورد کرده و تحلیل کرده این اعتراضات رو. یکی بحث جنگ روایت هاست و دیگری بحث انحراف در روند اعتراضات. در چارچوب جنگ روایت ها، جمهوری اسلامی هر آنچه رو که مردم بگن، هر آنچه رو که سوشال میدیا و کاربران ایرانی از داخل ایران منتقل بکنن، اون رو کار دشمن و نیروهای بیگانه توصیف میکنه. در همین رابطه هم حملات تروریستی رو در واقع تدارک میبینه، خودزنی میکنه و دلیلش هم میاره که بله، به دلیل اعتراضات شکاف امنیتی ایجاد شده، حفره‌های امنیتی ایجاد شده و تروریست ها وارد میشن و مردم رو میکشن. در همین رابطه هم باز حدود 400 نفر از معترضین تا الان کشته شدن، اما تا الان یک نفر رو در واقع مسئولیت یک نفر رو کشته شدن، یک نفر رو نپذیرفته جمهوری اسلامی. علاوه بر اون دلیلش هم میاره میگه که بله، معترضین یا اینکه خودکشی کردن یا اینکه الکل مصرف کردن یا اینکه معترضین خودشون به خودشون در واقع شلیک میکنن. در رابطه با بحث انحراف هم منشأ این اعتراضات رو همیشه به بیرون منتسب میکنه، هدف اعتراضات رو تمامیت ارضی کشور و تضییع طلبی عنوان میکنه و معترضین رو هم باز فریب خورده و عامل بیگانه در واقع معرفی کرده تا کنون. به همین دلیل در واقع این دو روی کرد نشون میده که جمهوری اسلامی چطور به اعتراضات نگاه میکنه، چگونه معترضین رو میبینه. در رابطه با ایزه هم تمام ویدیوها، تمام اون چیزی که منتشر شده از سوی خود مردم ایزه نشون میده که این مردم هیچ اسلحه‌ای در دست نداشتن، مثل تمام اعتراضات کشور. حد اکثر کاری که کردن، همونطور که ویدیو شما هم نشون میده، در واقع حمله به حوزه علمی با کنترل بوده که هیچ کس هم آسیب ندیده. در مورد خوزستان، جمهوری اسلامی سال 98 آبان 98 هم در واقع کشتار مردم رو انجام داد در این استان. از زمانی که اعتراضات شروع شد، کشتار تعداد زیادی از شهروندان خوزستانی بود. این بار هم می‌بینیم که همین مسئله باز در خوزستان تکرار میشه. آیا نگران جمهوری اسلامی از خیزش مردم خوزستان؟ دقیقاً همینطوره. بله، نگران. تصادفی هم نیست که حادثه یا کشتار ایزه اتفاق میفته دقیقاً در سال گرد کشتار نیزار. ببینید، تحلیل نهادهای امنیتی در خوزستان اینه که اگر مردم خوزستان بپیوندن به طور گسترده به خیزش کنونی کشور، در واقع وضعیت امنیتی به سمتی میره که کنترلش خیلی سخته. شواهد گوناگونی هم هست در این رابطه. ببینید، اعلام حکم اعدام عباس ادریس از معترضان ماشهری در واقع خودش نشون میده که جمهوری اسلامی چطور تعامل میکنه و چگونه در حال تعامل با معترضین هم در آبان 98 در خوزستان و هم در خیزش کنونی هستش. بحث کشته شدن چندین نفر زیر شکنجه از نهادهای حقوق بشری، نام عماد حیدری، نام علی بنی اسد، نام آقای فرهانی و نام علی باوی رو آوردن که زیر شکنجه کشته شدن. همچنین در رابطه با خبرهایی هست که در واقع نشون میده که کل بازداشتگاه‌های استان مملو از بازداشتی شده و به خاطر همین نیروهای امنیتی حتی منزلی رو در منطقه کیانپارس اجاره کردن و حدود 300 نفر رو در اون قرار دادن. و علاوه بر اون خبرهایی بوده که یک سوره در طرح توسعه نشکه در مسیر اهواز آبادان باز مملو از بازداشتی هست. تمام این موارد نشون میده که در واقع نهادهای امنیتی در استان بسیار هراسناکن و بیم دارن که مردم خوزستان بپیوندن و در واقع به خیزش جان و در واقع ببرن جلوش خیزش رو و به گونه‌ای در واقع اتفاق بیفته که نتونه در واقع نیروهای امنیتی کنترل بکنن شرایط استان رو و این چنین وضعیتی میتونه در واقع کل مسیر رو در استان و در کل کشور تغییر بده، به ویژه به دلیل حضور صنایع در خوزستان، صنایع نفت و صنایع جوش های کارگری. ممنونم از توضیحاتتون. علی حیدری فعال سیاسی که از لاهه همراه ما بودید.